الله حمدا لله الله سبحان الله 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 الله حمدا لله. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامه کی کنم باز. ای یاد تو مونس روانم، جز یاد تو نیست بر زبانم. خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی تلویزیون جهانی هادی سلام عرض میکنم. هر جایی که هستید امیدوارم جانتان جور باشد، تنتان سالم باشد، دلتان خوش باشد و عیدتانم مبارک باشد. بله، در دومین روز از عید قربان پشت سر گذاشتیم و در شب سوم عید هستیم و در کشور ما بین وطنداران ما هم عید قربان 3-4 روز ادامه داره. امیدواریم که عیدتان فرخنده باشه و برای دست از مسلمان ها و مخصوصا هموطنای ما که موفق شدن و مشرف شدن به سرزمین وحی، آرزو میکنیم که حجشان مقبول باشه و سفرشان به خطر. همین قسم برای شما وطندارای عزیز هر جایی که هستید که این توفیق نیافتید مثل ما و در این آرزوش هستید، انشالله که آرزوی ما و شما هر چیز زودتر برآورده شد و اونایم که قربانی کردن قربانیشان انشالله که مقبول درگاه خداوند باشه. بله، طبق روال جمعه شبها در خدمت کارشناس محترم جناب دکتر توکلی هستیم. اجازه بدین که سلام علیکم با ایشان انجام بتیم و برمیگردیم خدمت شما و شروع گفتگو. سلام علیکم جناب آقای دکتر توکلی بزرگوار، عید شما مبارک باشه. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان گرامی، همه وطندارهای عزیز، فارسی زبانهای محترم در اقصا نقاط عالم. امیدوارم که ای عید و ای ایام خجسته بر همه ما مبارک باشه. خداوند انشاءالله توفیق زیارت حج مقبولر به همه ما عنایت بکنه انشاءالله و ما را از امت ابراهیم خلیل الرحمن انشاءالله قرار بده و به ما توفیق بده که بتوانیم جزء کسانی باشیم که در واقع مصداق این دعای حضرت ابراهیم باشیم که گفت ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. زندگی و مرگ و خواب و خور و همه ابعاد زندگی دنیای ما با تمام وجود بوی خدا و بوی توحید و بوی رحمت و معنویت بده. در خدمت شما و بینندگان عزیز هستیم. بسیار سپاسگزار هستم. بینندگان عزیز و گرامی، خدا بده برکت. بله، خدا بده برکت. این جمله را ما و شما در وقتی که معامله انجام میتیم، یک خرید و فروش انجام میشه، به هم دیگه میگیم چی جمله با معنای، چی آرزوی نیکیست. و موضوع گفتگوی امشب ما هم با جناب دکتر توکلی در ادامه اخلاق تجارت و کسب و کار همی موضوع است، یعنی عواملی که به رزق و روزی انسان و به زندگی انسان برکت میده. اجازه بدین که برگردم خدمت کارشناس محترم و این گفتگو را شروع کنیم. بله جناب آقای دکتر توکلی بزرگوار، بحث امشب ما برکت هست و اون چیزایی که به رزق و روزی و کسب و کار ما و زندگی ما برکت میده. بفرمایید حالا برکت به چی معناست دقیقا، مخصوصا با توجه به قرآن و روایات، و یکی چی چیزایی باعث برکت در کسب و کار و رزق و روزی ما میشه؟ بله، عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز که اولا باید ببینیم که برکت به چه معناست در زبان قرآن و روایات و در زبان دین. نظر انبیاء الهی و کتب آسمانی نسبت به برکت چی هست؟ مقصود اونها از این که میگن در زندگی شما برکت ایجاد میشه چی هست اولا، و بعدم ببینیم که عوامل ایجاد کننده برکت و احیانا عواملی که برکت از زندگی ما از بین میبره و کم میکنه اینا چی هست. در قسمت
موضوع اول که عرض کردم برکت چی هست، باید بگیم که علمای علم اخلاق و کسانی که در علم حدیث به صلاح کار کردن، خلاصه بحث این است که برکت یعنی اون چه که به صلاح دنیا و آخرت ما هست و اون چه که سبب نزدیکتر شدن ما به قرب الهی، رضوان الهی و سعادت دنیا و آخرت میشه و خسارت ها در زندگی ما کم میکنه. چرا این عرضه کردیم؟ چون قرآن قسم میخوره میگه والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم به زمان که انسان ها دائما در حال زیان دادن و زیان کردنند، انسان دائما در حال ضرر کردن هست. مولانا جلال الدین بلخی تمثیل بسیار زیبایی داره در مثنوی، میگه یک یخ فروشی بود در بازار بغداد، در تابستان گرم بغداد، روی جسر بغداد، روی پولی که روی دجله بود، اونجا یخ میفروخت. خب بینندگان عزیز ما میدونن که بغداد در تابستان حدوداً 55-60 درجه صفر میشه، بسیار گرم میشه. خب این تمام متاع و سرمایه ای او همین یخی بود که داشت. فریاد میزد میگفت ایها الناس بیایید این یخها را از من بخرید که داره کل سرمایه من آب میشه و ذوب میشه. تمثیل ببینید چقدر تمثیل زیبایی است. اگر کسی تمام سرمایه خود خور جمع بکنه در چند قالب یخ و این قالب یخ زیر آفتاب سوزان بغداد باشه و لحظه به لحظه آب شدن این سرمایه رو ببینه، احساس کنه، احساس خسران کردن، احساس غبن کردن، ای از کجا ناشی میشه؟ از اینجا ناشی میشه که ببینید تمام سرمایه انسان عمر اوست و این عمر اگر در راه به قول قرآن کسب ایمان و عمل صالح مصرف نشود، دنیا اگر مزرعه آخرت نشه، تماما غبن، خسران، نقصان و احساس ضرر و زیان هست. خب ما چه کنیم که هم بهره از متاع دنیا ببریم؟ قرآن به پیغمبر میگه ولا تنس نصیبه که من دنیا، پیغمبر از بهره های پاک و حلال دنیا بهره مند شو، از مواهب دنیوی خود خور و خانواده خود محروم نکن. یا در جای دیگه میگه کلو من طیبات ما رزقناکم حلالا طیبا، پیغمبر هم خودت و هم به مؤمنین امر کن از رزق حلالی که به تو دادیم استفاده کن. قرار نیست که دنیا و مواهب دنیا مال کفار و منافقین و غیر مؤمنان باشه. این یک تلقی و ذهنیت بدی است که ما فکر میکنیم هر کی که مؤمنه باید دائما محروم باشه از مواهب دنیوی، از لذت‌های مشروع، و او کسی که ایمان ضعیفی داره باید متنعم باشه. نه خیر، اینطور نیست. ما باید فهم خود عوض بکنیم از این مفاهیم. لذا به اندازه بهره حلالی که از دنیا داریم باید بهره ببریم. اون چیزی که حرام شده چون به ضرر ما هست، اونا رو هم در واقع ازش دوری بکنیم. حالا برای این که بحث طولانی نشه من خیلی کوتاه عرض میکنم. برکت این است که ببینید، من یک مثال عرض میکنم. شما از یک شهر میخواین به شهر دیگه برین، یک وقتی هست که از یک راه میانبور ساده، راحت و امن میرین و خیلی سریع و بدون خطر، بدون مخاطره میرسین. بله. این در واقع چی هست؟ رسیدن به مقصد است با کمترین هزینه. یک وقتی هست که به قول عرب ها انسان اکل از قفا میکنه، این لقمه دور گردن خود میپیچونه، میخواد بخوره، از آخرم لقمه به دهنش نمیره، میرزه رو لباسایو لباس ها رو کثیف میکنه. ای ببینید کار کودکانه عمل کردن، ابلهانه عمل کردن، به مقصد نرسیدن و راه اشتباه انتخاب کردن خلاف برکت هست. لذا امام صادق فرمود از سالک و علا غیر بصیرتن لا یزیده کسرت و سرعت الا بعدا. کسی که میخواد به یک مقصدی برسه اول باید هدف تعیین بکنه. اگر بر خلاف مسیر هدف حرکت بکنه، هرچی بر سرعت خو اضافه بکنه از هدف دور میشه. لذا ترسم نرسی به کعبه، ای عربی راهی، این راه که تو میروی به ترکستان است. دقیقا همین. ببینید کتب آسمانی انبیا آمدن تا راه رسیدن به سعادت به ما یاد بدن، به ما بگن این کار بکن تا به مقصد برسی و این کار رو انجام ندی. خب حالا که معنی برکت اجمالا فهمیدیم، میخوایم ببینیم ما
به سان یک تاجری هستیم که در این دنیا که بازار تجارت یک سرمایه‌ای داریم، یک اصل مالی داریم. این اصل مال بعد از مدتی اگر اضافه شد، به میزانی که اضافه بشه او برکت کرده این مال. اگر ثابت ماند یا کم شد قطعا این تاجر ضرر کرده. ما از این عمری که خدا به ما داده اگر درست استفاده بکنیم میتونیم سعادت دنیا و آخرت تأمین بکنیم. لذا اخلاق و کتب آسمانی و ادیان آمدن به ما بگن راه رسیدن به سعادت رعایت اخلاقیات هست، رعایت حلال و حرام هست. بله. و رعایت اون اصولی است که انسان‌ها از بد به تاریخ تا الان تجربه کردن. جناب آقای توکلی، اینجا سوالی که پیش میاد ای است که ممکنه بعضیا با خودشون بگن ما اگه اخلاق در بازار رعایت کنم، در بازاری که اخلاق مدار نیست، بله، در بازاری که متاسفانه بر دروغ میچرخه چرخی بازار، و ما چه قسمی با رعایت اخلاق و راستگویی بتونم که خود پیش ببرم؟ اگه من این کار کنم روز به روز دخلم کوچکتر میشه، سرمایه‌م کمتر میشه، مثل همو یخی است که در سرما در گرمای شدید بغداد آب میشه، سرمایه من روز به روز آب میشه. بله. خب این چه وضعیت در چنین وضعیت های چی جواب میتونیم بدیم؟ خیلی سوال خوبی است. ببینید اخلاق مدار بودن به معنای ساده لوح بودن و تدبیر نداشتن نیست. بله. این جمع بین عقلانیت و دیانت و معنویت و اخلاق خیلی نکته ظریفی است. بعضی از مردم فکر میکنن هر کسی که قانون رعایت میکنه انسان متشرعی هست و رعایت حق و ناس میکنه این آدم ساده است. بله. این دقیقاً جز همون آفاتی است که به فرهنگ ما وارد شده، آسیب عمومی است که مثل یک پاندمی همه ما رو گرفتار کرده. بله. و ببینید جامعه از افراد تشکیل میشه. اگر بنده با خودم استدلال بکنم که آقا اخلاق مدار بودن منتهی میشه به فقر، شما هم همین رقم استدلال کنین، دیگران به دیگران هم این رقم استدلال کنن، ای در واقع جامعه به سرمنزل مقصود نمیرسه اولا. و ثانیا ما نگفتیم تدبیر نکنید. ببینید همین ایام دو سه روز پیش روز شهادت امام باقر علیه السلام بود، حضرت فرمود که الکمال و کل الکمال التفقه فی الدین و صبر علی النائبه و تقدیر المعیشه. تمام کمال در این است که اولا انسان دین شناس باشه، وظیفه شناس باشه، زمان شناس باشه و بر مشکلات زندگی صبر بکنه، بدانه که این دنیا خاصیتش این است که باید دائما حل مسئله بکنه. درست. حل مشکل بکنه. و نکته آخر اینه که برای زندگی و معیشت خودش تدبیر داشته باشه. تدبیر داشتن بدون عقلانیت ممکن نیست. ببینید هیچ تضادی و تخالفی بین دین مدار بودن و برکت داشتن نیست. ما میتونیم دین مدار و اخلاق مدار باشیم، از اون طرف برکت هم داشته باشیم. خیلی کوتاه عرض میکنم برای که میخوام وقت اندکه. بله تمام. بله بله. هست. و برای میان برنامه خیلی کوتاه عرض میکنم. ببینید گفت که هر راست نباید گفت جز راست نشاید گفت. قرار نیست که ما اسرار زندگی خود به دیگران بگیم. این اخلاق مدار بودن به این معنا نیست که ما تمام اسرار و راز تجارت بگیم، نه. اما اگر حرفی خواستیم بزنیم باید راست بگیم. خلاصه حرف اینه که انسان اخلاق مدار اعتماد در جامعه ایجاد میکنه، برند ایجاد میشه برای او، وقتی که اعتماد درست. ایجاد شد مشتری جلب میشه. بله. در نهایت از سود مادی هم منتفع میشه. ممکنه این سود در کوتاه مدت ممکنه زیان کنه، ولی در بلند مدت سود میبره. بله. اعتماد مردم را جذب میکنه. بله. اجازه بدین که همراه با بینندگان عزیز و گرامی یک وقفه را ببینیم و باز برمیگردیم ادامه بحث. برای عدالت می نویسم، نوشته می کنم برای روزهایی که عصر عدالت کوچه های دلتنگی را لبریز کند و نسیم شادی بخش شاپرک ها چتری برای دلخوشی شمعدانی ها باشد. به امید روزی که یک بار دیگر صدای دلشین بلال از مأذنه های شهر بلند شود و خستگی را از تن منتظران بزداید.
به امید روزی نوشته می کنم که پیچک‌های عاشق از روشنای پنجره ها بالا روند و دست در دست ابرها با آسمان پیوند خورند. دلخوش هستید برای فردایی که بهار پیراهن سبز خود را برتن کند و پروانه ها تمام کوش باغ ها را با بالهای طلایی خودشان جارو کند و زمین از دست های مهربان باران فراوانی بنوشد و آنگاه هست که مطمئن می شود. هزار آینه می روید به هر جا می نهی پا را، همین قدر است و می دانم هوایی کرده ای ما را. میان چشم هایت دیدم قد می کشد باران و اندوهی که وسعت می دهد بیتابی ما را. یا صاحب الزمان، آقای مهربان، هزار و این همه سال است که خنده ها از لبها گرفته شده و کوچه های امید در حسرت یک بهار ماندگار تکیده، احساس ها در خود فراموشی خاموش می شود. وقتی که پرچم های رنگارنگ تزویر بر فراز ویرانی های تمدن جاهلیت امروز در اهتزاز باشد، در روزگاری که پرستوها از سرزمین وجودشان کوچ می کنند و تحمل سوز تازیانه های فراق را ندارند جان می کنید، دریاها در رکودی و وسعت یک باور می میرند و از دل دریاها مردابها جان می گیرند و ماهیهای سرخ عاشق در حسرت امواج خروشان دریا پولکهای طلایی خود را در تنگ کوچک تنهاییشان می شویند و فریاد ای آخرین ترانه و ای آخرین بهار، بازا که بی حضور تو تلخ است روزگار. مولای سبز پوش من، مولای سبز پوش من، ای منجی بزرگ تعجیل کن که تاب ندارم در انتظار. 964 780 255 40 13 پل ارتباطی تلویزیون جهانی هادی با شما بینندگان عزیز و گرامی هست. شما میتونید که از طریق واتساپ و تلگرام درباره برنامه های شبکه، مخصوصا برنامه به وقت بیداری، از جمله همی برنامه، هر نوع صحبت و سخن و نقد و نظر دارید با ما در میان بگذارید. ما به دیده این منت صحبت های شما را، دیدگاه های شما را میپذیریم و استقبال میکنیم. همین قسم سوال های شرعی هم اگر دارید، در هفته یک شب حداقل ما پاسخ به احکام شرعی داریم در همین برنامه به وقت بیداری که تقدیم نگاه های شما میشه. همینطور میتونید که از طریق فضای مجازی در واتساپ، در یوتیوب، در فیسبوک، همینطور سایت شبکه این برنامه ها را دنبال کنیم. اجازه بدین که برگردیم خدمت کارشناس محترم و ادامه گفتگو. بله، درباره عوامل برکت، برکت را حالا معنا فرمودید که منظور از آنچه که مد نظر قرآن و روایات هست منظور از برکت چی هست. خب حالا این برکت به چه صورت در زندگی ایجاد میشه؟ بله، عرض میکنم خدمت شما که در روایات و در آیات قرآن عوامل زیادی بررسی شده و احصا شده برای ایجاد برکت در زندگی. بله. کمه، چون وقت کمه، سعی میکنم که در واقع
گویا و مفید مطالب عرض بکنم که خیلی هم طولانی نشه. بله. اولین عامل ایجاد برکت کار و تلاشه. ببینید این که ما فکر کنیم که کار نکنیم، تلاش نکنیم و در خانه بشینیم و تلقی و ذهنیت ما از رازق بودن خدا این باشه که حتی اگر ما کار نکنیم خدا به ما روزی و رزق میده، یه تلقی و ذهنیت بسیار اشتباه و غلطی است. امیر المؤمنین علیه السلام این حدیث که عرض میکنم در نهج البلاغه است، فرمود که از رزق و رزقان رزقون تطلبه و رزقون یطلبوک. رزق دو نوع هست، یک رزقی است که قوت لایموت هست، اگر شما دنبال کار هم نری بالاخره یک نفری پیدا میشه از باب اطعام مساکین و فقرا یک چیزی میده شما میخورید، از گرسنگی نمیمیرید. بله. یک رزق، این حداقل رزق است. رزق دیگه رزق مشروط به کار و تلاش هست. فرمود که یک رزق این است که او دنبال تو میاد، رزق بعدی این است که تو باید دنبال او بری. او رزقی که خودش دنبال انسان میاد همین قوت لایموته. همین قوت لایموته. بله. داخل مسجد هم شما بشینید ممکنه لایموت ببینید، در قسمت ممکنه بله. خاری ببینید. بله. ممکنه بله. بر صورت شخصیت انسان از دستش بره. بله. بله دقیقاً. ولی رزق دوم که باعث برکت میشه و موضوع بحث ماست، او رزقی است که فرمود و رزقون تطلبو. رزقون تطلبو یعنی کار و تلاش. ببینید قرآن در سوره و نجم میگه و ان لیس للانسان الا ما سعى و ان سعیه سوف یرا ثم یجزاه الجزاء الاوفا. خیلی زیباست. قبل از این آیه میگه و الا تزر وازرتون وزر اخرى. هیچ کس مسئولیت دیگری را نباید بپذیره و نمیپذیره. هر کسی دیگر مسئوله بار دیگری، یعنی آدم نباید از این طرفش هم نگاه کنی، نباید بار خودت به عهده دیگرا و به دوش دیگرا بگذاری. بله. وزر دیگران نباشه. بله بله. یعنی باید ما باری بر شانه دیگران نباشیم و هر کسی مسئول عمل خیشتن هست. شما نظام طبیعت ببینید، پرندگان، حیوانات، وحوش، هر کسی مسئول محافظت از خودش هست. اگر خانه ای طوفان خراب میکنه دوباره دست به کار میشه به خانه رو دوباره میسازه، اگر که در واقع طعمه ای که داره از بین بره دوباره تلاش میکنه. و فرمود و انلی انسان هیچ ندارد مگر اون چی که تلاش میکنه. دسترنج و حاصل تلاش اوست که در واقع انسانیت او معنا میده. و بعد فرمود و ان سعیه سوف یرا، نتیجه تلاش خود به زودی میبینه، هم در دنیا و هم در آخرت. بعد نتیجه این چی هست؟ فرمود ثم یجزاه الجزاء الاوفا، بالاترین و بهترین پاداش خدا هم در دنیا و هم در آخرت به شخص خواهد داد. بسیاری از بینندگان عزیز ما سوال میکنن که چرا ما که مسلمان هستیم محروم از مواهب دنیا هستیم، کفار خیلی بهرمندن. خب یک دلش اینه که اونا اهل کار و تلاشن و ما اهل کار و تلاش نیستیم. ببینید نظام هستی بر اساس نظام علت و معلول هست. هر کس تلاش بکنه، بله کار بکنه، به نتیجه میرسه. اونها برنامه ریزی دارن، قانونمندن، کار میکنن، تلاش میکنن، به هدف میرسن و ما نمیکنیم این کاره. حضرت علی علیه السلام فرمود که الله الله فی القرآن لا یسبقکم فی العمل به غیرکم. فرمود خدا را خدا را در قرآن مواظب باشید در عمل به قرآن کسی از شما جلو نزنه. بنابراین کار و تلاش باید جزء فرهنگ و گفتمان جامعه ما بشه. این نکته اول. نکته دوم، تجارت. خود تجارت باعث در واقع رونق و آبادانی و باعث برکت در زندگی میشه. خود این تجارت نوعی از کار و تلاش است. بله بله. یکی از عوامل پیشرفت اروپایی ها بعد از رنسانس و عقب موندن مسلمان ها تجارت دریایی بود که اونها راه انداختن از قرن 15 به بعد و ما این تجارت دریایی رو انجام ندادیم. ببینید چرا تجارت باعث برکت میشه؟ چون در تجارت ریسک وجود داره، خطرپذیری وجود داره. تا ما در این دنیا خطرپذیری های عاقلانه نکنیم، روی کلمه عاقلانه تاکید دارم. چون خطرپذیری ممکنه خطرپذیری ابلهانه باشه، او باعث برکت نمیشه. خطرپذیری های عاقلانه نکنیم رشد نمیکنیم. لازمه این کار چی است؟ توکل به خدا. وقتی ما ریسک میکنیم آینده در دست ما نیست، ما نمیفهمیم، بسیاری از عوامل در اختیار ما نیست، بعضی از عوامل در اختیار ما هست. باید تلاش بکنیم و توکل به خدا، یعنی این که
بدانیم که مدبر جهان خداست، عظمت الامور به یده، مدیر عالم خداست. او خودش گفته والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. هر کس در راه ما جهاد بکنه، جهاد اینجا فقط به معنی شمشیر زدن و جهاد فیزیکی نیست، تلاش مقدس برای رسیدن به اهداف مقدس جهاده. لذاست که امیرالمؤمنین فرمود الکاد دل ایالهی کل مجاهد فی سبیل الله. کسی که برای به دست آوردن مواهب دنیوی برای تأمین سعادت خانواده تلاش میکنه، ثواب او مثل مجاهد در راه خداست. لذا دومین عامل برکت توکل بر خداست. ببینین این کاسبا مغازه‌دارها برکت توی زندگی اونها نسبت به این معاشخورا، خیلی معاشخورای کسایی که چی هند؟ حقوق ثابت دارن. بله، موظف مامور دولت هستن، کارمند بله. دولت یا شرکت هایی هستن که حقوق بگیر هستن. حقوق بگیرن برکت زندگیشون بیشتره. ممکنه در سال یکی دو بار ضرر بکنن، ولی در مجموع برکت و فایده که به اونها میرسه بیشتره. چون خیلی بهتر از مامورین دولت هستن، چون توکل به خدا میکنن. حقوق بگیرا منتظر او حقوق معاش آخر ماه هن، تلاش اضافه هم نمیکنن. کمه تلاش اضافه هم نمیکنن، ولی این مغازه‌دارها و کاسبا و کشاورزا توکلشون به خداست و به توانایی ها و تلاش خودشون. صبح که میای در قفل مغازه رو وا میکنه میگه خدای به امید تو، این باعث برکت میشه. لذا خود ای از این که میگن تجارت در واقع منفعت دنیا 10 قسمت 9 قسمتش در تجارته، یک دلیلش اینه که ریسک پذیری هست در او، توکل بر خداست و تلاش، اعتماد کردن به تلاش خیشتن و منتظر در واقع اتفاقات نبودن. این نکته سوم. عامل چهارم معنویت به عبادت. معنویت به عبادت که اینجا گفته میشه منظور رعایت اخلاقیاته، همون مطالبی که ما در جلسات در واقع موضوع بحث ما شده. بله، موضوع بحث. یعنی ببینید، صداقت داشتن، خدا را حاضر و ناظر دیدن، به دیگران با دیگران مهربان بودن، اهل شفقت بودن و خانه دل درست کردن و اعتماد سازی کردن، سرمایه اجتماعی ایجاد کردن در جامعه. شما وقتی سرمایه اجتماعی ایجاد بکنید، خودتانم که نباشید، بچه شما، نواسه شما هم که باشه، از اون سرمایه اجتماعی به مرور استفاده میکنه. و این یک چیزیست که اثبات شده است در شرکت های بزرگ تجاری جهان. شرکت های موفق شرکت هایی هستند که در واقع آبروی بیشتری نزد مشتری های خودشون دارن. بله. نکته چهارم قناعت و میانه روی است. ببینید، اصلا اقتصاد یعنی قناعت، یعنی اسراف نکردن و خست و بخل به خرج ندادن. این خود قناعت به این معناست که یعنی انسان بدانه که کجا خرج بکنه و کجا خرج نکنه. تدبیر در واقع. بله، تدبیر کردن. گفت چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن، سعدی گفت. بله. وقتی که دخل تو کم هست، خرج خود مدیریت کن در واقع. تناسب بین دخل و خرج. بله، تناسب بین دخل و خرج. اصلا این که در زبانهای اروپایی هم به اقتصاد میگن اکونومی، اکونومی یعنی یک نوع بالانس داشتن، یک نوع رعایت، تعادل داشتن، توازن داشتن و تشخیص موارد خرج، خرج و مصرف. و این مفهوم دقیقا در همین تعبیر عربیش هم که اقتصاد پس. بله. نهفته است. دقیقا نهفته است. لذا بله. ببینید، قناعت، این که انسان از مصرف گرایی دوری بکنه، خرجهای اضافه نداشتن. لازم اینجا عرض بکنیم خانمهای گرامی و جوانهای عزیز مواظب باشن، این سیستم مصرف گرایی که از اروپا و آمریکا آمده در بعضی از جوامع واقعا خانمان برانداز هست. یکی از آفتهای سرمایه‌داری هست. بله، نظام سرمایه‌داری. جناب آقای دکتر توکلی، اجازه بدین همینجا یک وقفه داشته باشیم. خواهش میکنم. همین گپتون یادتان باشه، بحث قناعت فکر کنم باز هم گفتنی درش هست. باز برمیگردیم خدمت شما. دعوت میکنم به دیدن میان برنامه. عید قربان، عید قربان، عید ذبح میوه دل ابراهیم و ایثار سبز اسماعیل، عید برآمدن انسانی نو از خیشتن خیش، عید رهیدگی از اسارت نفس، عید لبیک به دعوت حق.
ابراهیم علیه السلام می رود تا در مسلخ عشق پسرش اسماعیل را به اذن خدا قربانی کند. می رود تا رها شود از بندهای نیاز، تا به بی‌نیازی پروردگارش متصل شود، تا عشق برای همیشه سبز باشد و بندگی تا ابد شکوفه بار. ابراهیم و اسماعیل آرام آرام قدم بر می دارند و پرنده ها از امتداد گام هایشان پرواز می کنند. آسمان سنگین است، خورشید چشمانش را می بندد و زمین در درون خود به خود می پیچد. سخت است دل کندن، سخت است ندیدن و نبودن، اما خدا خواسته است. و این ابراهیم نبی است که از شوق رضایت پروردگار تنها پسرش را به قربانگاه میبرد و عشق مثل پروانه‌ای بی خبر روی شانه‌اش می‌نشیند و او سربلند در بندگی پروردگار چنین روزی را عید بندگی باقی می‌گذارد. عید قربان جلوگاه تعبد و تسلیم ابراهیمیان حنیف است و فصل قرب مسلمانان به خداوند در سایه عبودیت. عید قربان نقطه عطف آزادی است در تاریخ اسارت‌ها و بردگی‌هایی که بر انسان تحمیل شده بود. مبارک باد این عید، نماد بزرگترین جشن رهایی انسان از وسوسه‌های ابلیس. عید قربان هست و یکی از رسم و رواج‌های بسیار بسیار نیکوی ما و شما در عید رسم دید و بازدید هست. امیدواریم که در این دید و بازدیدها که عمل و توصیه صله رحم هست، ما و شما رابطه های خودمان را گسترش بدیم، دوستی های خودمان را گسترش بدیم و کدورت ها و دشمنی ها را از دل خودمان بیرون کنیم و از خدا بخواهیم که به برکت عید سعید اضحا، عید قربان، نگاه تازه به ما ببخشه که بتونیم زندگی خودمان را با تراوت تر و با معنویت تر بکنیم. اجازه بدین که برگردیم خدمت کارشناس محترم و ادامه بحث. بله جناب آقای دکتر توکلی بزرگوار، درباره قناعت صحبت می‌فرمودید. عرض می‌کردیم که قناعت باعث پیشرفت اقتصادی و باعث برکت میشه. ببینید روایت هم داریم، تجربه همه ما هم نشان داده که اسراف، هر جا اسراف اتفاق میفته فقر میاد، بدبختی و خاری میاد. اسراف یعنی چی؟ اسراف یعنی خرجهای بیفایده، بیهوده، بدون حکمت و بدون دلیل کردن. درست. این که شما مثلا اگر 10 مهمان دارید در خانه، به اندازه 50 نفر آدم غذا درست کنید، خب اینا به اندازه 10 نفر غذا میخورن، او 40 نفر دیگه میمانه، شما هم که نمیتونید بخورید، همه رو باید بریزید بیرون. خرجی که قرار بوده، خرجی که در یک ماه داشته باشید، در یک شب خرج کردید، برای بقیه ماه پولی باقی نماند، باعث فقر میشه. خداوند به ما عقل داده، ما نباید چشم خور ببندیم و بگیم که هر چی پیش آمد خوش آمد. لذا پیغمبر فرمود القناعت مال لا ينفد، قناعت مالی است که تمام نمیشه، سرمایه ناتمام. بله، سرمایه ناتمام باعث رضایتمندی و باعث در واقع ایجاد آرامش و ایجاد ثبات شخصیتی هم میشه. من لازم میدونم اینجا او حدیث قدسی معروفی که خداوند به پیغمبر فرمود که من 6 چیز در 6 جا قرار دادم و مردم اشتباهی دنبال او میرن، عرض میکنم یک قسمتش اینه که فرمود وضعت الغنا فی القناعه و الناس یطلبونها فی کثرت المال ولن یجدوها ابدا. من غنا و بی‌نیازی می خدا در قناعت قرار دادم. یعنی چی؟ میخواد بگه که ببینید
بی‌نیاز بودن اولا در ذهن و فکر ماست، نه در حساب بانکی صرف بله. ما بسیاری از ماها هستیم که انقدر حرص و طمع داریم و انقدر اهل بخل و خساست هستیم که این مالی که به دست آوردیم ازش استفاده نمی‌کنیم و دائما حلم مزید میگیم. ببینید این باعث هلاکت انسان میشه. این قناعت نیست. بله این قناعت نیست. قناعت اینه که اون چه رو که در توان ما بوده تلاش کردیم به دست آوردیم از او استفاده کنیم. لذاست که سعدی میگه دو کس رنج بیهوده بردن و سعی بیفایده کردن، یکی آن که اندوخت و نخورد و دیگری آن که آموخت و نکرد. دو گروه از انسان ها هستن بله. که زحمت میکشن از زحمات خودشون استفاده نمیکنن. یکی او کسی که مال ذخیره کرد به دست آورد حساب بانکی خورپور کرد ولی ازش استفاده نکرد، گذاشت برای دیگران، برای دیگران گذاشت و دیگران هم برای دیگران میگذارن و از آخر هم هیچ کس استفاده نمیکنه. و دیگری آن کسی که علم آموخت اندیشه یاد گرفت ولی عمل نکرد. عمل نکرد. لذا گفت که علم چندان که بیشتر خوانی چون عمل در تو نیست نادانی. اخلاقیات آمده تا به ما راه بهزیستن یاد بده. لذا قناعت داشتن، خلاصه عرض میکنیم آخرین جمله ما تو این بحث قناعت باشه که بی‌نیاز بودن، ثروت داشتن اولا در ذهن و درون ماست و بعدا در کیسه ما و در حساب بانکی ما. اول باید از نظر ذهنی در واقع اشباع بشیم، به یک مناعت طبعی، به یک عزت نفسی، به یک کرامت نفسی برسیم که مثل او کسی نباشیم که، چون انسانی که قناعت نداره در حدیث داریم مثل کسی است که تشنه است و آب دریا میخوره، هرچی آب دریا میخوره بر تشنگی او اضافه میشه تا هلاک بله. میشه. لذا علتی که گفتن قناعت باعث برکت میشه این یک. و به نکته بعدی که من سریع عرض بکنم بحث شکرگزار بودن و سپاسگزار بودن هست از عوامل برکت. از عوامل برکت، یکی از عوامل برکت اینه که ما در زندگی شکرگزار باشیم، هم از مخلوق شکرگزار باشیم هم از خالق. امام رضا علیه السلام فرمود من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر الله عز و جل. هر کس از مخلوقی که باعث ایجاد نعمت شده برای من و شما شکرگزار نباشه از خدا هم شاکر نیست. چی میخوایم بگیم با این حدیث؟ میخوایم بگیم که ببینید پدر و مادر در خانه منعم هستن. یکی از اسامی پدر و مادر در زبان عربی، به عرب به پدر میگن رب البیت، به مادر میگن ربت البیت. خداوند رب العالمینه بله. و خدا رب البیت، پدر رب البیته. یعنی چی رب البیت؟ یعنی مربی خانواده است. این پدری که شب و روز زحمت میکشه، تلاش میکنه، خوراک و پوشاک و مسکن و امنیت و بهداشت تأمین میکنه، خانواده باید از او شکرگزار باشن. مادری که شب و روز تلاش میکنه برای فرزندان، فرزندان باید از او شکرگزار باشن. این ناشکری و ناسپاسی در جامعه ما که محصول تمدن و فرهنگ غرب هست متاسفانه روز به روز داره اضافه میشه. روابط بین زن و شوهرها خراب میشه به خاطر چشم و همچشمی های غلط بله. ناشکری های بی خود به مصرف گرایی. لذا این که ما در درون نعمت هایی که داریم ببینیم. ببینید پیغمبر به ابوذر گفت ابوذر اغتنم خمسن قبل خمس، پنج تا نعمت قدر بدان قبل از اینکه از دستت گرفته بشه. من دیگه متن عربی نمیخونم برای که وقت نداریم بله. اول زندگی قدر بدان قبل از مرگ، سلامتی قبل از بیماری، امنیت قبل از اینکه ناامنی ایجاد بشه، جوانی قبل از پیری و فراغتی که داری قبل از اینکه گرفتار و مشغول بشی. خب این نعمت ها رو به حمدالله همه ما داریم بله. و باید شکرگزار این نعمت ها باشیم. و نکته آخر، ببینید کسانی هستن در جامعه ما که اینها بر ما حق دارن. اونا کیان؟ معلمان جامعه، انسان هایی که خدمت میکنن، بعضی از پزشکانی که اخلاق مدارن و خدومن و به فکر طبقات محروم هستن، فرهنگی هایی که واقعا عمر و زندگی خود خور گذاشتن مثل شمعی میسوزن برای این که ما به سعادت برسیم، به خوشی و آرامش برسیم. کسانی در طول تاریخ ما بودن و الان هم هستن که اینها واقعا اگر نبودن چراغ زندگی ما روشن نبود. باید قدردان اونها باشیم تا برکت در زندگی ما بیاد. کفران باعث بی برکتی میشه. قرآن میگه لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. سعدی چقدر زیبا این شعر در آورده، میگه شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. نکته بعدی اگر فرصت باشه خوشرفتاری و همکاری با دیگران.
از عوامل برکت. بله، از عوامل برکت. این که ما با دیگران خوش اخلاق باشیم. خوش اخلاق بودن باعث این میشه که اولا آثار وضعی داره، برکات از زمین و آسمان بر ما نازل میشه. چون ببینید خداوند نسبت به بندگان خودش مهربان هست، رحیم هست، رحمان هست، دوست داره ما به همین صورت باشیم. تخلقو به اخلاق الله. وقتی که ما به بندگان خدا رحم میکنیم، با اونها مهربان هستیم، خدا هم بر ما رحم میکنه. پیغمبر فرمود ارحمو ترحمو. این اولا. در جامعه‌ای که اخلاق حاکم باشه و اخلاق مداری حاکم باشه، اعتماد باشه، امانتداری باشه، او جامعه جامعه ایست که به بهره‌وری، به سعادت، به بهزیستی و به خوشبختی میرسه. یکی از عوامل ایجاد برکت امانتداری است. خیلی مهمه دوستان بیننده واقعا توجه کنیم در فامیل ما، در دوستان ما، او کسانی که امانت دارن زندگی اونها پر از برکته. چرا؟ چون دیگران به اونها اعتماد میکنن، پول خود در اختیار اونها قرار میدن، با اونها معامله و کسب و کار میکنن، هیچ وقت اونها محتاج و فقیر و خار و ذلیل نمیشن. بله. کسی که خیانت در امانت بکنه دوچار فقر و ذلت میشه. و عدالت ورزی، این که ما خدا را حاکم و ناظر بر اعمال خودمون بدونیم و پا خود از گلیم عدالت خارج نکنیم، عدالت ورز باشیم. درست. و نسبت به حقوق مؤمنین رعایت بکنیم، این خیلی مهمه. مفسرین، اکثر مفسرین در تفسیر آیه شریفه و من یعمل مثقال ذره شرا یره گفتن که منظور از شر در اینجا حق الناسه. کسی که حق الناس میخوره، عدالت ورز نیست، امانت نداره، برکت از زندگیش میره. بالاخره اینا آثار وضعی داره، مثل آتشی است خفته و پنهان در زندگی ما، یک جای مثل یک سرطان است خدای نکرده در وجود ما. این رذایل اخلاقی کار خور میکنه، آثار وضعی خور میگذاره، خانمان سوز و خانمان برانداز هست و ما نمیبینیم. و نکته آخری که در این بحث میشه گفت برای ایجاد برکت، کمتر از دو دقیقه فرصت داریم جناب آقای. بله. سعی میکنم که جنبندی کنم و تمام کنم. برای ایجاد برکت داشتن هنر، این خیلی مهمه. هنر و مهارت. بله، مهارت. ببینید هم در روایات و هم در آیات قرآن تأکید شده که ما باید جامعه هنرمندی باشیم به تعبیر بنده. یعنی چی؟ یعنی باید جامعه اسلامی، امت اسلامی، یک جامعه بیکار، عاطل و باطل نباید باشه. پیغمبر فرمود ان الله یبغض الشاب الفارغ، خداوند جوان بیکار دوست نداره، جوانی دوست داره که ای از عمر خودش استفاده بکنه. استفاده به چه معنا؟ به این معنا که بره یک هنری یاد بگیره که یک گرهی از زندگی خودش و جامعه باز بکنه. لذا مصرف گرایی، پشت چوکی نشستن، پشت میز نشستن، منتظر ببخشید نان مفت بودن، ای باعث ایجاد برکت نمیشه. ای همون کتلایی موته که عرض کردم. ولی اگر انسان تلاش بکنه، توکل بر خدا بکنه، اعتماد به نفس داشته باشه، جامعه‌ای که اعتماد به نفس داره از تلاش کردن نمی هراسد. جامعه که اعتماد به نفس دارد به سمت عزت نفس، به سمت کرامت، به سمت اخلاق و به سمت بهروزی حرکت میکنه. و نکته آخر، جوان بی هنر جوانی است که دائما گردنش کج هست و اعتماد به نفس ضعیف دارد و فقیر است و دست او پیش دیگران دراز. سعی کنیم جوانان خور هنرمند قرار بدیم. یکی از بهترین هنرها تجارت حلال و کسب رزق حلال هست. بسیار سپاسگزار هستیم، استفاده کردیم از صحبت‌های شما. همینطور امیدواریم که بینندگان عزیز و گرامی هم که تا پایان برنامه را همراهی کردن از این بحث استفاده کرده باشن و انشاءالله که بتانیم ما در زندگی خود با رعایت اخلاق و تدبیر و میانه روی و نصب العین قرار دادن آموزه های دین مقدس اسلام زندگی با برکت داشته باشیم. شامگاه جمعه هست و ایام هم ایام حج و در حج جایی است که قطعا امام زمان اونجا حضور داره و ما در شام جمعه باز هم دل ما پرغصه میشه که جمعه دیگر آمد و گذشت ولی آن کسی که ما منتظر او هستیم از راه نرسید. با حافظ همزبان شویم لحظات پایان برنامه با امید تعجیل در ظهور امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف. یا ربان آهوی مشکین
به ختن باز رسان، وان سهی سرو خرامان به وطن باز رسان. دل آزرده ما را به نسیم بنواز، یعنی آن جان زتان، یعنی آن جان زتن رفته به تن باز رسان. اللهم عجل لولیک الفرج. همراه با کارشناس محترم جناب دکتر توکلی شبی خوب و خوش و آرام را برایتون آرزو میکنیم. خداوند یار و نگهدارتون باشه.